درود ویژه میفرستم خدمت همه شما عزیزان. شروع میکنیم قسمت جدید دوره آموزشیمون رو. در این قسمت قصد داریم تا کار صفحه گالری رو تکمیل کنیم و امکان حذف تصاویری که در گالری ثبت میشه رو برای فروشگاه یا مدیریت فروش، در واقع پنل فروشگاهیمون بذاریم و ببینیم که چطور پیش میره. خب چون توی اون صفحه ما اساساً کار متفاوتی رو انجام دادیم و اومدیم از Ajax هم استفاده کردیم و گفتیم میخوایم همه چیزمون تو همون صفحه باشه، بنابراین میخوایم برای حذف هم از یه کار جدید استفاده کنیم. قبلا مودال باز میکردیم، اگر دوست دارید از همون روش میتونید استفاده کنید، اگر نه ما یک روش دیگه هم که روش جالبیه برای حذف سریع آیتم ها میتونید ازش استفاده کنید، که حالا ما میایم سراغ قسمت CSS پنل و در این انتها یک کامندی میذاریم، بیشتر به خاطر اینکه حالا علاوه بر اینکه مرتب تر باشه، اینکه شما عزیزان بعد که سورس رو میگیرید راحت تر بتونید باش کار کنید. می نویسم delete gallery. خب یک container gallery اینجا من می سازم. میگم پوزیشن شما absolute. من نمیخوام خیلی وارد کد های CSS بشم، البته این رو relative میذاریم. ویت شما هست 100%. اوکی، مکس ویت هم بهش میدم به فرض مثال 300 پیکسل، یعنی از این بیشتر نشو. خب یک ایمیج گالری اینجا میزنم، صفت هم دیسپلی بلاک رو میگیره، ویت 100%ی رو میگیره و هیتش هم حالا هر چقدر میخواد باشه، کاری باهاش نداریم. میام یک اوورلی میذارم، اوورلی بله درست نوشتم. خب فرق هم نمی کنه هر اسمی بنویسید، اینجا اسم صفتتون هست، کلاستون هست در واقع. پوزیشن ابسولوت میدم، بله درست حد زدید، میخوام از تکنیک اوورلی استفاده کنم روی اکسان برای حذف. حالا شما میتونید برای نمایش چیزی یا برای هر عملی، مثلا ویرایش هم میخواید بذارید، میتونید ازش استفاده کنید. میگم اوورلی هم میخوام پایین بره، پس باتمش رو صفر میکنم و البته بچه ها میتونیم یک بکگراندی هم بهش بدیم، یک بکگراند تیره من میام بهش میدم، میگم بکگراند داشته باش RGB، مثلا میام تیره ترین حالت رو در نظر میگیرم، یه RGBA هم بهش میدم RGBA، که این رو هم میکنم 0 0 0 و اون در واقع مقدار آخرش رو روی نیم میذارم. اوکی خب حالا میام یک رنگ میدم، کالر یعنی نوشته داخل، میگم F1 F1 F1. میام به اینم یه ویت میدم که میگم اوورلی هم 100% ویت عکس رو داشته باشه، بهش ترانزیشن هم میدم، یعنی با یک تأخیری بیاد، یک تأخیری که حالا من اون رو به فرض مثال 1 ثانیه میذارم و یه افکت هم بهش میدم. اوکی خب اوپاسیتی هم بهش میدم، میگم 0، کالر بشه وایت، البته بچه یه بار کالر گذاشتیم دیگه، کالر نمیخوایم بدیم، اونم رنگ رنگ روشنیه. یه فونت سایز فقط بهش بدم به فرض مثال 18 پیکسل، یه پدینگ 20 پیکسلی 4 طرف هم بهش میدم و میگم تکس الاینت هم سنتر باشه. اوکی خب حالا کجا باید این اوورلی کار کنه؟ نکته مهم، کلاس کانتینر هم ببینید بچه ها کجاست؟ اینجاست. کانتینر گالری زمانی که اچاور میشه dot overlay
خب حالا بعد چی بگیره؟ اپاسیتی بگیره، چون صفر بود یعنی نشون نمیداد وقتی اچ هاور شد بشه یک. البته دوستان ما حالا نوشتیم اگه موردی مشکلی چیزی داشت اون رو برطرف میکنیم. من میام سراغ ایندکس گالری و توی اینها بزنم دوستان عزیزم، درسته؟ خب چجوری توی این بزنم؟ کافیه بیام و بگم این دایوم کلاس کانتینر گالری رو داشته باشه، کلاس بعدیم ایمیجه، به تگ ایمیجم میگم شما هم کلاس ایمیج گالری رو داشته باش و حالا بعد یک دایو اوورلی بهش بدم. میام اینجا یک دایو میدم، میگم کلاس اوورلی رو بده و اینجا میتونم بگم که به فرض مثال آیا از حذف، یا اصلا یک کار جالب تر میکنم، حذف شود علامت سوال. حالا البته بچه‌ها به این کار داریم، بعد تگ ای بهش بدیم، یه کمی داستان داره. بریم اول یه تست کنیم ببینیم چی در اومد از این آشی که پختیم با هم دیگه در کنار هم، ببینیم داستانش به چه صورت شده. اگر ریبیلدمون انجام بشه میایم و این در واقع تست رو هم با هم انجام میدیم. خیلی خوب، یه سیف من اجرا میکنم در کروم. بله خیلی هم عالی آیه کروم عزیز، بفرمایید. اکانت لاگین، پندل فروشنده من، پسورد 10 10، بفرما برو. میام سراغ محصولات، میام سراغ گالری. خب اوورلی داره کار میکنه، میبینید میگه حذف شود ولی ریتم رو به هم ریخت. اگه دقت کنید ریتم من رو به هم ریخت، دلیلم داره چرا، چون من اینجا دوتایی میذاشتم. باید بیام توی CSS و بگم کلاس اوورلی من باید 50% باشه، همه یه سطر رو نگیره. یه بار ریبیلد میکنم برای اطمینان این حذف شودم داره کار میکنه، مشکلی نداره. فقط من واسه اطمینان کار، بله یه بار دیگه رفرش میکنم، اشتباه لپی ما الان برطرف شده، میگه هست شد. البته اینم ببینید کلشو داره میگیره، میبینید 100% داره میگیره، که ما باید بگیم اوورلی ما کجاست، اینجاست. بگیم به فرض مثال 80%ش رو بگیر. یه سیف، میام اینجا اوکی. خب میام میگم 85 بگیر، خدا بده برکت. میام اینجا این حذف شود، میاد توی یک تگ ای قرار میگیره، تگ ای میگه حذف شود، سیف. بچه ممکن رنگ نوشته خوب کار نکنه، آبی بشه. اگه شد الان ما همینجا اصلاح کنیم دیگه، نره برای قسمت های بعدی که دستمون در بره یه وقت خدایی نکرده. اجازه بدید. اوکی بچه ها ببینید این هست شود لینک شد. خب چجوری لینکش رو از بین ببرم؟ به سادگی میام میگم توی کلاس اوورلی، بله اینجا میگم توی اوورلی تگ ADD اول تکس دکوریشنش رو نان کن، کالرش رو هم همون رنگ F1 بذار. اوکی خب حالا همونجا تگ A اگر روش رفت اشاره گرم، همین داستان رو شما داری. سیف، فکر میکنم اینجا دیگه ریبیلد نخواد. بله درست شد. خب بریم حالا لینک حذف رو بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من میام سراغ این دوستمون. دوستان حذف رو نوشتم قبلا؟ دلیت پروداکت نه ننوشتیم. خب میایم میگیم پابلیک آی اکشن ریزالت دلیت گالری، میگه به هم یه آیدی بده، نوکرت هم هستم الان آیدی هم بهت میدم. چجوری حذفت کنم؟ میگم که از استور، قبل اینکه بگم از استور
میام میگم از جنس پروداکت گالری یه پروداکت گالری برام بگیر که از استور گت پروداکت گالری، اینم آیدی خدمت شما. حالا بیا از استور دات پروداکت دیلیت پروداکت گالری، دیلیت گالری کن، میگه بهم یه آیدی بده، این آیدی. اما واسه شما حتما جای سواله چرا من اینو گرفتم، به این که واسه دیلیت نیاز نداشتیم، ما فقط به آیدی نیاز داشتیم. بله برای ریدایرکت بهش نیاز دارم. ببینید دوستان، اینجا وقتی ثبت میکنه دوباره باید برگرده به کرییت گالری، وقتی هم حذف میکنه باید برگرده به کرییت گالری، چون صفحه با ایجکس داره لود میشه این صفحه و اینها داخل این صفحه دارن ایجکسی لود میشن، بنابراین به کرییت گالری باید بده، آیدی پروداکت رو هم بگیره. اینجا داره آیدی گالری میاد، من آیدی پروداکت رو چجوری میتونم بگیرم؟ با پروداکت گالری. چجوری ریترن کنم؟ بفرمایید ریترن ریدایرکت، میگم میای به پنل کرییت گالری، داری میری از پروداکت گالری پروداکت آیدی رو با خودت ببر، به همین راحتی. سیف بفرمایید اینجا، البته بذارید بچه ها اسمش رو من از اینجا بگیرم بذارم اینجا، این میکروفون ما هم به موسمون خیلی نزدیک بود، فکر میکنم یه مقداری اذیت کنه، من ازتون پوزش میخوام، من دور کردم موس رو. میگم از پنل میای به دیلیت گالری، میگه بهم آیدی بده، از آیتم آیدی. بفرمایید یه سیو یه ریبیلد، بریم ببینیم چی در میاد از این دیلیت گالری ما. خب حالا رفرش میکنم صفحه رو، ثبت که بارها زدیم مشکلی نداشت، من میام اینو حذف میکنم. ببینید حذف شد، میام این پروژه محور دیجیکالا دوتا بمونه، میزنم حذف شد و دوتا موند. به همین راحتی ما تونستیم برای گالریمون حذف هم بذاریم. حالا میخواییم ویرایش بذاریم اونم میشه، کافی اینجا دوتا لینک دوتا آیکون بذارید، حالا هر جوری که دوست دارید شما میتونید باهاش رفتار کنید و فرقی برای ما نمیکنه. فقط خواستیم یه کار جدید رو در این صفحه انجام بدیم که دیدید چه حذف چه ثبت همه کارها رو میشه تو همین صفحه انجام داد، به راحتی از ایجکس هم استفاده کردیم. پس شد دو مورد استفاده ما از ایجکس، هم برای مودال به این شکل، هم برای ثبت کردن که حالا با یه کوچولو تغییر اومدیم ازش استفاده کردیم. اونجا دیگه ویو خودمون رو روی خود صفحه، در قسمتی از صفحه، نه به صورت مودال بخوایم روی یک صفحه جدید باز کنیم. ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید، لطفاً خواهشم ویدیوهای ما رو از طریق کانال یوتیوب تماشا کنید. اگر میخواید به صورت رایگان استفاده کنید، از طریق کانال یوتیوب این ویدیوها رو ببینید که از با هم حمایتی شده باشه. ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید، با ما همراه باشید در قسمت‌های بعدی به ادامه ماجراجویی در پنل فروشنده و قسمت محصولات می پردازیم.